درود عزیزان دل دکتر شبیر و درود بر شما عزیز دلم که تازه با کانال من آشنا شدید خوش آمد میگم بهتون در این ویدیو میخوام در مورد غذاهایی صحبت کنم که خدایی نکرده خدایی نکرده ممکنه باعث مرگ بشن برای همه شما عزیزانم آرزوی سلامتی و طول عمر طولانی دارم برای همین هم تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط کنم چون خیلی از مردم اطلاعی از این موارد ندارن و شاید چندین بار در معرضشون قرار بگیرن پس شما هم با ارسال این ویدیو به عزیزانتون با من در این آگاه سازی شریک باشید اگر عضو کانال من نیستید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بدید اینطوری به محض اینکه ویدیویی رو در کانال قرار میدم شما متوجه خواهید شد و مطالب مهم و رایگان رو از دست نمیدید اگرم از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بودش حتما لایکش کنید شماره 8 بادام سبز خام یا چاغاله بادام این حاوی مقداری سایانایت هست به فارسی سیانور و مصرف مقدار زیادش باعث مسمومیت میشه مصرف زیاد که میگم منظور 800 900 عدد هستش و خب آدم عاقل که هرگز این کار رو انجام نمیده اما در کل توجه داشته باشید که در چاغاله بادام سایانایت وجود داره و بهتره که به جاش بادام بوداده میل کنید عوارض جانبی مصرف زیادش تشنج، نارسایی تنفسی و حتی مرگ میتونه باشه. شماره هفت لوبیا قرمزی که خوب پخته نشده این خیلی مهمه. حداقل 5 ساعت باید لوبیا رو خیس کنید و بعد بجوشونیدش. اگر به صورت آرامپز بپزیدش و به اندازه کافی پخته نشن، شما به طور بالقوه میتونید سمی بودنش رو تا 5 برابر افزایش بدید. ماده شیمیایی موجود در لوبیا قرمز فایتو هم نامیده میشه. و این ترکیب باعث میشه که گلوبول های قرمز و گلوبول های سفید شما به هم بچسبن و یک توده به وجود بیارن و عوارض جانبی این اسهال، درد شکمی، استفراغ و حتی میتونه خدایی نکرده مرگ باشه شماره 6 سیب زمینی سبز رنگ سبز سیب زمینی ترکیبی از کلروفیل و سولاناین این ترکیب یک آفتکش طبیعی که سیب زمینی برای محافظت از خودش تولیدش میکنه مصرف کمش باعث تهوع استفراغ سردرد و حتی خونریزی داخلی میشه و در صورت مصرف بیشتر منجر به مشکلات عصبی جدی فرد شدن رفتن به کما و حتی مرگ هم خواهد شد اگر در سبک غذای کتوژنیک نیستید و حالا به هر دلیلی سیب زمینی مصرف میکنید قسمت های سبز رنگش جدا کنید این تنها مختص سیب زمینی کامل نیستشا در انواع چیپس و یا سیب زمینی سرخ شده هم دیده میشه و باید خیلی خیلی مراقب باشید. شماره 5 جوز هندی سم موجود در جوز هندی میریستس نامیده میشه. مصرف دو میلی گرمش میتونه باعث تب و سردرد بشه و با مصرف حدود 7 گرمش میتونید هوشیاریتون رو خدای نکرده از دست بدید. حتی میزان کمش هم ممکنه ایجاد مسمومیت کنه. و مصرف زیادش که عوارض جدی تری داره مثل تشنج و آسیب به اندام های داخلی بدن. شماره چهار برنج ای وای چرا؟ چون برنج آرسنیک داره. آقای دکتر این همه آدم برنج میخورن پس چرا هیچیشون نمیشه؟ اولا اینکه که در خصوص مصرف برنج و نان قبلا صحبت کردم. برای جواب این سوالتون این ویدیو رو حتما نگاه کنید. لینکش هم همین زیر درد شده. همراهان عزیزم توجه داشته باشید که آرسنیک موجود در برنج میتونه منجر به بیماری قلبی و سرطان مثانه و بسیاری از مشکلات دیگه بشه. تأثیر سم آرسنیک بر سلامت بسیار بسیار جبران ناپذیره. اگر میزانش کم باشه رفته رفته جمع میشن و در آینده که جسمتون ضعیفتر میشه براتون کلی بیماری به بار میارن. حالا اگر مقدارش در برنجی که مصرف میکنید زیاد باشه میتونه باعث مرگ هم بشه. این برنج ناغلا بیشتر از مواد غذایی دیگه این سم رو از محیط جذب میکنه. جدای از برنج مرغی که شما میخورید هم میتونه حاوی مقدار زیادی آرسنیک باشه. میتونید در گوگل جستجو کنید مرغ با طعم آرسنیک تا متوجه بشید که چرا من این همه نگران سلامتی شما عزیزانم هستم و دارم هر روز بهتون یادآور میشم جان دکتر حواستون به چیزی که میخورید باشه. سوال اینه که آقای دکتر از کجا بدونیم آرسنیک زیادی تو بدنمون داریم و آرسنیک زیادی مصرف میکنیم یکی از نشانه های مسمومیت با آرسنیک خطوط سفید روی ناخونه از اونجایی که آرسنیک میل ترکیبی زیادی با کراتین داره غلظت آرسنیک در ناخونها نسبت به سایر بافتها بیشتر خواهد بود پس چندین هفته پس از قرار گرفتن در معرضش ممکن این خطوط سفید رو ببینید آقای دکتر پاد زهر آرسنیک چیه سلنیوم و زینک این دو میتونن به سمزدایی آرسنیک کمک کنن شماره 3 گوشت نپخته اگر گوشتی با کیفیت پایین خریداری کردید بدونید که ممکن خودتون رو در معرض ایکولای قرار بدید اغلب گونه های ایکولای بی زررن. اما یک شکل بسیار سمی ازش وجود داره به نام وروتاکسوجنیک ایکولای که ظاهرا میتونه آسیب های جدی به کلیه شما خدای نکرده وارد کنه و حتی باعث رفتن به کما و مرگ هم بشه برای کاهش امکان وجود اکولای باید گوشت رو تا جایی که میتونید خوب بپزیدش و حواستون باشه هر گوشتی رو نخرید تنها گوشت با کیفیت و ارگانیک تهیه کنید تا خدایی نکرده به سالمونلا یا اکولای آلوده نباشند شماره دو هسته گیلاس شاید بگید که خب آقای دکتر کسی پیدا نمیشه که گیلاس رو با هسته بخوره اما خب اشتباه میکنید خیلی ها به دلیل نداشتن آگاهی و تنبلی شاید این کار رو انجام بدن خیلی از بچه های ما ممکن هسته گیلاس رو قورت بدن در هر صورت باید حواستون باشه چون هسته گیلاس 3 میلی گرم هایدروژن سایاناید داره شماره یک که از همه مهمتره پفک وای از دست این پفک خوردن پفک باعث اختلال در رشد کودکان و نوجوانان چسبندگی در سیستم گوارش نفخ و آسیب به معده ایجاد مشکلات کلیوی به دلیل نمک بیش از حد ایجاد آسیب های جدی در دندان ها، افزایش وزن، افزایش چربی خون، افزایش فشار خون و در نهایت باعث ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی میشه. اصلا من متوجه نمیشم که چطوری همچین سمی اجازه تولید و فروش گرفته. بدتر از اون بیشترین تقاضا از سمت کودکان و نوجوانان ماست. محصولی که حتی پشت پاکتش درشت نوشته حاوی رنگ مصنوعی. باور نکردنیه؟ پفک به دلیل کالری بالا منجر به سیری کاذب میشه و میل به مصرف غذاهای به درد بخور رو کم میکنه در نتیجه ممکنه شما با بیماری های مثل کمخونی، کوتاهی قد، پوکی استخوان و ریزش مو هم روبرو بشید خدای نکرد برای درست کردن پوفک میان و ذرت رو پرس میکنن و در حرارت بسیار بالا قرار میدنش تا حجم بگیره همین حرارت بالا باعث میشه روغن های موجود در پفک بسوزه و مواد سمی و خطرناک آزاد بشن که همین باعث سرطان زا بودنش هم میشه خیلی حواستون به بچه های عزیزتون باشه اونها در سن رشد هستن و مصرف این تنقلات مزری که هیچ کنترلی در مراحل ساختشون نیست میتونه در رشدشون خدایی نکرده خدایی نکرده اختلال به وجود بیاره سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید. همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونید به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره بشید. دوستتون دارم از زایدلم. مراقب همدیگه باشید. بدرود.